در مدینه شخص مادرشو کول کرده بود، رو کتفش آورده بود مسجد النبی نماز بخونه. بعد از نماز مادرشو رو کتفش گذاشت، رفت پیش پیغمبر. همجور بیدار بود که ما بابا رو شکم بخوابه، به تو فشار بیارم. گشنه میشد، تشنه میشد، نمیتونست رو به زمین بذاره، همینجور تو شکمش میچرخی. حالا آمدی یه بار کولش کردی، میگه حقش ادا کرده. وقتی به دنیا آمدی 2 سال از شیرش مکیدی، لباس کثیفت شسته بدونی که در بینیش بگیره، حالا یه بار کولش کردی، میگه حقش ادا کرده. وقتی مادر و پدر به سن بالا میرسن، دلشون نازکتر میشن، کمبود بیشتر احساس میکنن، بیشتر نیاز به رعایت دارن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند، علما میفرمایند، دعای پدر و مادر در حق اولاد مثل دعای پیغمبر در حق امتشه. بترس از دعای مادر و نفرین مادر. این قصه رو گوش بده. در خود مدینه جوونی عجلش رسیده بود، هر کاری میکردن سکرات مرگ بهش فشار میامد، چشمش اینطور سرخ میشد، جانش بالا نمیامد، روحش در نمیامد. خبر به رسول الله صلی الله علیه وسلم رسید که مادرش نفرینش کرده، مادرش رو طلبی، گفت مادر این پسر تویه؟ گفت بله. گفت حلالش بکن، ببخشش آخر عمری تا روحش در بیاد، تا زجر نکشه. گفت نمیتونم حلالش بکنم، اونقدر به من بی احترامی کرده که حدی نداره، اصلا از دلم در نمیاد. گفت خواهش میکنم، من از تو خواهش میکنم، حلالش بکن. گفت نه، نمیشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم باش صحبت نکرد، با پیرزن دستور داد هیزم بیارید. هیزم آوردن، گفتن آتش بزنید، آتش زدن. پیرزن الان مات شده بود، آتش برای چی؟ هیزم برای چی؟ بعد دستور داد که، حالا نگاه میکنه پیرزن مادر من، دستور داد این جوان رو بلند بکنید بندازید تو این آتش. صحابه دویدن به طرف جوان که بلندش بکنن تو آتش بذارن. پیرزن گفت چیکار میخوای بکنی؟ اول سکوت بود، آتش زدن، هیزم آوردن، بلند کردن پسرش، جلوش تو آتش. چیکار میخوای بکنید ای رسول خدا؟ گفت تو حلالش نکردی، نبخشیدش. اگر تو حلالش نکنی روز قیامت باید بری تو جهنم بسوزه. من میخوام بلندش بکنم تو آتش بندازمش، همین کار ملائکه بهش میکنن تو روز قیامت. اینجا بود که مادر یک پارچ خودش فراموش کرد، محبت مادری گل کرد، دوید همینجور بچهش رو تو آغوش گرفت و نوازش کرد و حلالش کرد. عاطفه مادر چقدره، گذشت مادر چقدره، محبت مادر چقدره، شفقت مادر چقدره. پسرش تو آغوش گرفت، سر و صورت و پیشانیش همه بوسه زد و حلالش کرد. تا حلالش کرد روح پسرش هم بالا آمد. چند بار به مادرت گفته ای پیرزن؟ دختره حالا دیپلم گرفته، دانشگاه داره میره، پاش رو پا انداخته، مثل یک نوکر کنیز به مادرش میگه خوراک درست کن، خوراک بیار، لباسم اتو بکن، لباسم بشور، من دانشگاه دارم میرم. یکی از علامات قیامت این که بیبی کنیز بیاد بیبیشو به دنیا بیاره. سوال کردن تعجب، کنیز چطوری بیبی به دنیا میاره؟ گفت در آخر زمان دختری که باید اطاعت و احترام مادرش بکنه برعکس میشه، مادر باید اطاعت دخترش بکنه. حالا شده داره میبینی پسرها هم اینطورن. یه جوونی آمد در مدینه شکایت باباش بکنه، گفت بابام پولم برداشته، پولم بهم نمیده، حقم خورده. رسول الله عصبانی شد، گفت دیگه از این حرفا نزن، تو مال مال باباته. وقتی به دنیا آمدی یه ساعت هم سر مچت نبود، یه لباس هم پاد نبود، نداشتی. حالا آمدی شکایت بابات کردی که مالم خورده، تو چه کاره هستی اصلا؟ روی سردر بهش نوشته من بر 3 نفر حرامم: 1 دائم الخمر، 2 کسی که به پدر و مادرش بی احترامی بکنه، 3 دیوس. اون دوتا فهمیدن، صحابه سوال کردن، دائم الخمر میشناسیم، حقوق والدین هم میشناسیم، میدونیم چیه. دیوس چه کسیه؟ گفت دیوس کسی که نسبت به ناموسش بی تفاوته. یه روزی در آخر زمان دیاست و دیوسی و بیغیرتی به مردان امت من سرایت میکنه. اینها بدونن که بوی بهش نمیشنون و رو سردر بهش نوشته دیوس بر من حرامی، وارد من نمیشه.
کسی که راضی بشه زنش آرایش بکنه، هفت قلم سرخ و سفید، افراد کلون، لباس نازک، کفشش، پاشنه کفشش یه متر، کروب کروب توی این خیابون. میگه شب صدای در آمد، در خونه، ساعت 11 شبه. گفتم این وقت شب کیه؟ حالا که رفتم یه پیرمرد سرسفیدی دم در ایستاده، همجور داره گریه میکنه. تا منو دید انداخت تو آغوشم. گفتم پدرم چی شده، چرا گریه میکنی؟ گفت که پسرم تهدیدم کرده، اگر ساعت 11-12 شب آمدم خونه، تو خونه دیدمت، وای بر حوالت، کتک مفصلی بهت میزنم. به پدرش گفته اگر تو خونه دیدمت، کتک مفصلی از دست من میخورید. حالا سر ساعت 11 میترسم برم خونه، پسرم چه شلاق آماده کرده که کتکم بزنه. مادری میرفتم پیشش، مسن 70-80 سالشه، رفتم پلوش، تا رفتم پلوش گریه کرد. گفتم چی کار داری مادرم، سفارش کردی؟ گفت که پسرم به من میگه کی سقط میشی، میمیری، خفه میشی، ای پیرزن تا از دست راحت بشم. مادری بوده که زن پسرش به پسرش گفته یا من تو این خونه یا مادرت. مرده هم به زنش گفته تو باشی، مادرم پیرزنه،